امروز خواستیم که از گوشت کوفته یا گوشت کوفته و گوسالا آماده بسازیم. میره و خاطر که طرفدارای بسیار زیاد داره نوع پیزا داره، منتظر میمونم تا که گوشت کاملا سرخ شوه. کوشش کنین که نان که برای پیزا شما جور میکنین یا نان زیره میخود پیزا میشه بسیار دبل نباشه. کمک زیتونش زیادتر اضافه میکنیم به خاطر که بعضیا زیتون بسیار خوش دارن. بیام پیزای مزه داره که امروز میخواستم براتون آماده بسازیم که بسیار ساده و آسان آماده میشه. سلام خدمت تمام شما بیننده های خوبه که با برنامه پخت پز هستین. خیلی خوش هستم از اینکه یک روز دیگر و برنامه دیگر و طرز پخت یک غذای دیگر نیم ساعتی که مهمان خانه های شما عزیزان هستم و میخوایم امروز براتون یک پیزا از گوشت کوفته آماده کنم، چون دوستای ما از ما خواسته بودن که یک پیزا براتون آماده کرده بودم قبلا یک بار، البته از ساسج براتون آماده ساخته بودم، اما امروز خواستیم که از گوشت کوفته یا گوشت کوفته و گوساله آماده بسازیم. میره و خاطر که طرفدارای بسیار زیاد نوع پیزا داره و از مواد بسیار ساده ما ایرام آماده میکنم و در شروع میخوایم مواد لازم شد به تمام شما خوبایی که با ما هستین به معرفی بگیریم. و مواد لازمی ما هم است: 3 عدد مرچ دلمه، گوشت ماشین شده نیم کیلو، 3 عدد بادنجان رومی، خمیر آماده شده به قدر ضرورت، کچپ به قدر ضرورت، زیتون به قدر ضرورت، 200 گرم پنیر پیزا، پیاز و مرچ تازه به قدر ضرورت و نمک و مساله جات مقدار لازم. روغن دیگه گرم میشه، ما میخواییم که گوشت هم اضافه بکنم بالای روغن تا اینکه کاملا سرخ شوم. روغن رو مقدر بسیار زیاد نمیگذاریم که گرم شوم. خب گوشت هم اضافه کردیم، منتظر میمونیم تا اینکه کمک خوب سرخ شون و میخوایم که مقدار نمک هم بالای گوشت اضافه کنم. دوستای ما که از من خواسته بودن و کامنت مونده بودن از طریق یوتیوب برنامه و همچنان از طریق اینستاگرام برنامه ما که دوستای ما لطف میکنن برنامه ما رو همیشه تماشا میکنن و من منتظر کامنت هایتون هستم و غذایی که شما میخواین ما براتون حتما غذا رو در برنامه آماده میسازم. نمک هم کمک بالای گوشت من اضافه کردم، میخوایم مخلوطش بسازم تا که با نمک هم خوب مخلوط شوه و استا استا گوشت سرخ شوه. دیگه خمیر پیزا رو هم متوجه باشین وقتی شما آماده میکنین تقریبا یک ساعت یا نیم ساعت قبل خمیرش رو آماده کنین. در خمیرش ما براتون یادآوری کنم که ما چی اضافه کردیم: یک عدد تخم مرغ اضافه کردیم، مقدار خمیر مایع اضافه کردیم با بسیار کم شیر و خمیرش کاملا آماده ساختیم. تقریبا نیم ساعت پیش ما خمیرش آماده کردم و تیار گذاشتیم، خمیرش خوب رسیده. خب گوشت هم دیگه مخلوط کردم، میریم منتظر میمونم تا که گوشت کاملا سرخ شود. میخوایم مرچ دلمه رو تیار حلقه حلقه ریزه کنم. بادنجان رومی سی مواد را دیگه سرخ نمیکنیم. باز خب از کارد بزرگتر ما بگیرم تا که زودتر اینا حلقه حلقه ریزه شود. از 3 عدد بادنجان رومی استفاده کردیم. بادنجان رومی طعم پیزا را مخصوصا پیزای کوفته ای را بسیار خوب میسازه، از بادنجان رومی داش استفاده کنین. اما در پیزای کوفته ای ما شما از جواری همچنان از این مواد نمیتونیم استفاده بکنیم و اصلا ذائقهشم خوبتر نمیسازه. اما گاهی وقت اگر خودتان خواسته باشین میتونین که کمک هم از سمرق دیگه استفاده کنین، بسیار خوب است. اما اگر نخواستین هم هیچ مشکل نیست. خب بادنجان رومی رو هم حلقه حلقه ریزه میکنیم. حلقه بادنجان رومی رو اندازه تر بگیریم خوبتر است، چون در داش باز کاملا نرم میشه. اما نمیخوایم که باز ما سرخ کنیم. به اندازه بادنجان رومی رو هم تمامش هم حلقه حلقه ریزه کردم. حلقاش اگر کم بزرگتر هم باشه هیچ کدام مشکل ندارن. گوشت ما استا استا سرخ میشه و ما میخواییم همه روزه غذای بسیار مزه‌دار، خوشمزه و با طرز پخت بسیار آسان براتون آماده کنم تا که شما هم یاد بگیرین و بتونین در خانه هم آمادهش بسازین. خب دو عدد بادنجان رومی بخی کفایت میکنه. باز بادنجان رومیش هم زیاد نشه چون مرچ دلمه هم هست، همه تو زیتون هم داریم، پیاز هم یکم اکم خواستم استفاده کنیم در این پیزایی که امروز آماده میسازم براتون. بادنجان رومی که حلقه حلقه ریزه کرده بودیم تمام شده این ظرف گذاشتم. یک بار گوشت هم مخلوط میسازم، اما میبینیم که هنوز گوشت سرخ نشده، باید دیده بگذاریم تا خوب گوشت سرخ شود.
همچنان حالا اینجا مرچ دلمه است، از 3 عدد مرچ دلمه استفاده کردیم در پیزای کوفته. معمولا در هر پیزایی که ما شما آماده میکنیم اگر مرچ دلمه زیاد باشه بسیار خوشمزه میآید. 3 عدد مرچ دلمه هست. از مرچ دلمه سبز من استفاده کردم. همیشه شما وقت غذا آماده میکنین رنگ ها را اگر در نظر بگیرین خیلی خوبتر است، مخصوصا مثلا از بادنجان رومی رنگ سرخ داره. من خواستم از زیتون سیاه استفاده کنم و از مرچ دلمه سبز، اما خود رنگ و پیزان بسیار مقبول تر و زیباتر معلوم میشه، اما به میل خودتان است. اگر خواستین هیچ مشکل نیست، میتونین از مرچ دلمه رنگ هم استفاده بکنین. خب مرچ دلمه را هم میخواییم که دیگه خسته وسط شد دور کنیم و حلقه حلقه بازی را ریزه میکنیم. گوشت هم دیگه سرخ میشه. حلقاش هم اگر کم بزرگتر بگیریم خوبتر است و هیچ کدام مشکل نداره. ببینید به این اندازه ما حلقه حلقه را ریزه کردم. بعد از او باز در قالب وقت خمیر ما را اضافه کردیم. میخواییم تمام مواد را اضافه کنیم و تمامش آماده میشه دیگه. مرچای دلمه را هم که ریزه کردیم اضافه میکنم در این ظرف. ظرف ما را میگذاریم اینجا و یک میخواییم کمک از این مسالجات هم بالای گوشت اضافه کنیم دیگه. باز حرارت گوشت را کاملا خاموش میکنم. نیم قاشق هم مرچ سیاه اضافه میکنم. نیم قاشق تخم گشت نیز اضافه کردیم. نمک خودش رو اضافه کرده بودیم. بسیار کم مرچ سرخ به خاطر که مزه و ذائقهش خوبتر بسازم. خب دیگه این مسالجات هم با گوشت من مخلوط می سازم. من مطمئن هستم که تا آخر برنامه ما را ببینین، طرز تهیه غذای مزه‌دار را یاد می گیرین، از اینکه پیزا از بیرون خریداری کنین بیاین موادش خود ما در خانه بخریم آماده بسازیم. در لحظات برنامه وقفی خیلی کوتاه داریم، جایی نرین برتن ها نگذاریم. ادامه برنامه هست و تمامتان خوش آمدید میگم. خیلی خوش هستم از اینکه بازم خدمت شما هستیم. میخوایم براتون یک پیزای بسیار مزه‌دار آماده کنم. و یک نکته را که میخوایم اشاره کنم به شما دوستا، اگر دوستای ما داش برقی نداشته باشن مشکل نیست، میتونین در داش گازی ها میره آماده کنین. معمولا داش گازی در خانه هم ما و شما هست و معمولا هم ما و شما روزمره در نان پخته میکنیم. من مطمئن هستم که در هر خانه هست میتونین که در داش میره آماده بسازین. اما تفاوتش با داش برقی است که کمک حرارتش کمتر بونین، به خاطر که داش گازی بسیار حرارت زیاد است، حرارت کم بونین به می حرارت کم که استا استادگی آماده میشم. و اگر در داش گازی آماده ساختین میتونین یک کار دوگان بکنین که بسیار زودی آماده شوه. بادنجان روی مرچ دلمه رو دمی روغنی که شما گوشت سرخ کردین دمی روغن خوب سرخش کنین که کاملا کل موادش دیگه آماده شده باشه. صرف خمیرش آماده شوه و همچنان صرف پنیر پیزا دیگه باز بسیار زود آماده میشه. قالب من انتخاب کردم این قالب به خاطر پیزا، اما قالب میل خودتون است. هر قالبی که خودتون دوست داشتین میتونین که آماده بسازین پیزا دهش. من خوبی قالب چرب کردم. خوبی قالب چرب میکنیم. به شکل تمام قسمتاش بسیار کم روغندهش اضافه کردم و قالبم کاملا دیگه آماده است. خب اینجا میبینیم قالب و خمیرش است. خمیر ما هم آماده شده، گوشت آماده، جریان وقفه از روغن بیرون کردم، حرارت شده که خاموش کردم. ببینید که خمیرش چقدر نرم و ملایم آماده شده و میخواییم که دیگه خمیرش باز هموار کنیم. بالا قالب من میخواییم که بگذارمش بازیره هموار میکنم آیسته استا. اما اینجا صرف پیاز است. با کمک مرچ تازه من خواستم اضافه کنم دهش. پیازم ریزه ریزه میکنیم. از یکم پیازم خواستیم ده پیزا استفاده کنیم. به این اندازه پیاز نازک نازک ریزه میکنیم. باز تخته را دور کنیم و تمام موادای پیزا را آماده میکنیم و میگذاریمش در داش. و اینجا مرچ تازه داریم. یک 3 عدد مرچ تازه را ریزه ریزه میکنم. یک کمک تند باشه خوب است. اما بعضی ها که تندی را دوست ندارن مشکل نیست، میتونین که اصلا استفاده نکنین از مرچ تازه. خب مرچ تازه را هم با پیاز که ریزه کردیم اضافه میکنیم در این ظرف ها.
میگذاریم ظرف دیگه قسمتی مرچه هم دیگه ضرورت نداریم. خب اسمده اینجا ظرف است، دیگه ظرف بگذاریمش، بعدا باز شاید ضرورت شوان. خب صرف پنیر پیزا باقی مانده و پنیر پیزا رو ما میخواییم که دیگه تراشک کنیم. تراشک هم اینجا ما تیار ماندیم، میاریمش. با کارد میره میتونین ریزه کنین، هیچ کدوم مشکل نداره. اگر تراشک دل نزدار نباشه، اما اگر تراشکش کنین بسیار خوب است. میخواییم که پنیر پیزا رو هم تراشک کنیم و باز تمام شد از ظرف اضافه میکنم. آهسته آهسته خمیرم هموار میسازم، پیزا را آماده میکنم، نگذارم در داش بر 35 الی 40 دقیقه به درجه 150 درجه. خب درجه هر داش فرق میکنه، خودتون که در خانه غذا آماده کنین درجه داش براتون خوبتر معلوم میشه. و پنیر پیزا هم که تمام شد تراشک کردیم، میخواییم که اضافه کنیمش در ظرف به این شکل. بسیار کم قسمت هایش قاط میکنیم، ببینه به این شکل. بعد از یکی را قاط کردیم، ما خواستم از کچپ استفاده کنیم. از کچپ به خاطر چرب کردن روی خمیرش استفاده میکنیم، اما اگر شما خواسته باشین میتونین یک ساس بسیار مزه‌دارم آماده بسازین از رب و نمک. یک کمک آب میتونین که یک ساس بسیار خوبم برش اگر خواستین آماده بکنین. خب حالا دیگه خمیرش کاملا آماده شد، ما میخوایم که روی خمیر خوب کچپ چرب کنیم تمام قسمتاش. هر قدر که چپش زیادتر چرب کنیم به ما اندازه خوبتر است. یک قشق دگام میگیریم به این شکل و حالا میخواییم که گوشت اضافه کنیم. تمام گوشت که سرخ کرده بودیم، نیم کیلو گوشت کاملا به می اندازه پیزا کفایت کرد. اما اگر شما میخواستین از این که در پیزای بزرگتر آماده کنین، این پیزا به دو نفر دیگه کفایت میکنن. اما اگر خواستین بزرگتر آماده بسازین میتونین که یکمک گوشتش هم مثلا ما نیم کیلو گرفتیم شما بیشتر بگیریم. اینا یکمک زیادتر زیتونش اضافه کردیم و صرف پنیر پیزا باقی مونده که میخواییم پنیر پیزا رو هم بالاش اضافه کنم و بگذارمش در داش دیگه تا که به 35 الی 40 دقیقه کاملا آماده شوه. تمام پنیرش بالاش اضافه میکنیم و حالا میبرم دیگه قالب در داش میگذارم. قالب هم در داش البته اضافه کردیم به درجه 150 درجه می را گذاشتم. خوب است که با ما باشین، وقفه خیلی کوتاه داریم تا که بر میگردیم پیزام کاملا آماده میشه. سلام، مجدد ادامه برنامه هست و خیلی خوش هستم از اینکه شما باز هم با ما هستین و در چنان وقفه ما مدت 35 دقیقه منتظر شدیم تا که پیزا کاملا در داش آماده شوه. و درجه داش 150 درجه گذاشته بودم، درجه هر داش فرق میکنه، خودتون که در خانه غذا آماده کنین درجه داش براتون معلوم است که در کدام درجه با چه مدت می غذا را آماده میسازن. و همچنان میتونین که در داش گازی ها می پیزا را آماده کنین. من خواستم یک پیزا از گوشت کوفته ای و البته از گوشت گوساله براتون آماده بسازم که بسیار خوشمزه است و مطمئن هستم پیزای گوشت کوفته بسیار طرفدارای خاص خواده داره و همگی خیلی دوستش داره. و یک بار در برنامه قبلی من براتون پیزا آماده کرده بودم، پیزای ساسج بود. امروز خواستیم که از گوشت و گوساله هم براتون آماده بسازیم که بسیار غذای خوشمزه هست. آهسته آهسته دیگه میخوایم قالب ما رو هم از داش بیرون کنیم. داش خاموش میکنم. خب داشم خاموش کردیم و میخوایم که قالب هم بگیریم مکساریمش در قسمت. بسیار یک البته پیزای خوشتم و خوشمزه آماده شده. میخواییم که ایره با کتر البته ریزه ریزه کنیم و تزینش کنم به این شکل. اینا رو هم توته کردیم. کاملا میبینیم که بینش اصلا خمیر باقی نمونده، نانش کاملا خوب سرخ شده. این قسمت هایش هم میبینیم که نانش دیگه کاملا سرخ شدن و آماده شدن.
یا هم یک پیزای بسیار مزه‌داره که امروز خواستیم ما براتون آماده بسازیم. من مطمئن هستم که شما هم دیگه طرز تهیهش یاد گرفتین و میتونین که در خانه آماده کنین. از اینکه از بیرون خریداری بکنین بیاین خود ما خیلی راحت و آسان در خانه آماده بسازیمش. قالب هم مگذاریم در این قسمت و این کتر هم دیگه ضرورت نداریم. یا هم پیزای مزه‌داره که امروز مخواستم براتون آماده بسازیم. در شروع ما خواستیم که کمک روغن در یک کرایی اضافه کنیم. گوشت سرخ کردیم، 1.5 کیلو گوشت گوساله بود که با کمک مرچ و سیر میره ماشین کرده بودم. کاملا گوشت سرخ کردیم. وقتی که گوشت کاملا سرخ شد بالاش مسالجات و نمک اینا اضافه کردیم و بعد از او گوشت خواستیم از روغن بیرون کنیم. روغن بسیار کم اضافه کنیم، روغنش زیادتر اضافه نکنیم. بعد از او خمیر پیزا رو من 1 ساعت 1.5 ساعت قبل آماده کرده بودم. در خمیرش تخم، خمیر مایه، کمک شیر اضافه کرده بودیم. خمیرش رو کاملا آماده ساخته بودیم. خمیرش رسیده بود و خمیرش در قالب هموار کردیم. روی خمیرش من خواستم که چپ اول چرب کنیم، اما شما اگر خواستین میتونین که ساس پیزا هم استفاده کنین و یا از رب برش یک ساس بسیار مزه‌دار آماده کنین. یک قاشق رب اضافه کنین، کمک آب و نمک، میتونین ازش یک ساس آماده کنین، مشکل ندارم. بعد از او خوب روی خمیرمی پیزا را ما کچپ چرب کردم. وقتی کچپ چرب کردیم بالایش هم اون گوشت که سرخ کرده بودیم اضافه کردیم. مرچ دلمه بود که حلقه حلقه ریزش کردم اضافه کردم با بادمجان رومی و خواستم از زیتون سیاه استفاده کنیم به خاطر که رنگ ها در ترکیب باب خواستم در نظر بگیریم که از بادمجان رومی، مرچ دلمه سبز و زیتون سیاه استفاده کردیم. بالاش اضافه کردم. داخل پنیر پیزا رو هم بالاش اضافه کردیم و مدت 35 دقیقه می گذاشتم در داش به درجه 150 درجه کمتر بگذاریم تا اینکه آهسته آهسته ای امطور خوب آماده شود. نانش هم یک دو تیشه شما دیدین که کاملا دیگه نانش هم میبینیم که پخته شده. شما ببینین که چقدر یک رنگ رخ خیلی معقول زیبا رو به خود گرفته. تمام نانش خوب بریان شده، آماده شده، مواد داخلش خوب آماده شده، تا پنیر پیزاش بسیار یک پیزای خوشمزه با طعم خیلی خوب. من کمک شخ خوردم، در مورد ذائقهشون براتون گفتم که بسیار خوشمزه است. برنامه که دیگه تمام شد بخیر، با همکارا یک جا نوشجان میکنیم و تشکری فراوان از همکارای خیلی خوب ما میکنم که خیلی زحمت میکشن و وقت خوب و خوش داشته باشین. بقیه روز شبتون هم بخیر باشه. خداوند یار نگهدار هم ما و شما. بقیه برنامه‌های تلو رو هم فراموش نکنید.